واکنش های مجازی به بگو مگوی واقعی در جلسه غیرعلنی مجلس. از روز گذشته تا الان همچنان ادامه داره، واکنش هایی که با چند سوال همراهه. از راهروهای بهارستان تا بیراهه های اینستاگرام، فریادهایی که دیروز از صحن غیرعلنی به گوش دنیا رسید و امروز تیتر یک رسانه های ضد ایرانی شد. در اونجا به نظر میاد که یکی از نماینده های مجلس داره فریاد میزنه. جلسه دیروز مجلسی ها با اعضای تیم هسته‌ای حاشیه هایی داشت که از لنز دوربین بعضی ها به فضای مجازی نشت کرد و پس لرزه هاش به شبکه های اجتماعی رسید. طبق یه رسم قدیمی، نماینده های مخالف بعد از پایان جلسه تیم هسته‌ای رو تو زمین خودشون دوره کردند و از این صحنه غیرعلنی تصاویری به دور از همدلی علنی شد. اما کشاکش بین دو تیم تو زمین مجلس تموم نشد و ضد حمله ها به میدون اینستاگرام رسید تا پای هوادارا هم وسط بیاد. واقعا توقع نداریم تو این مراحل حساس هسته‌ای این اختلافات رو ببینیم. من نمیدونم این جلسه چجوری غیرعلنی بوده که فیلم و صداش بیرون اومده. یکم اخلاق هم رعایت بشه بد نیست. واقعا متاسفم. بعضی وقتا اتفاقایی میفته که آدم دوست نداره ببینه. روزنامه های گروه های مختلف هم هر کدوم به نفع خودشون تیترها زدند و بهار همدلی تو هیاهو. آقای رئیس فرمود که امروز در کشورهای اطرافمون بدترین شرایط نسبت به ما. این سیاست ما هست. این همون سیاست ایست که به درک نمیفهمن. آقا یه جوری باید حل کنیم دیگه. آقا حل نشه به درک. حالا بفهم. ولی بدون آقای زریف. اگر این وحدتی که تو کشور هست با این کارهای شما به هم بریزه اول کسایی که سر بخوره چون من دارم بعد یعنی هنوز من دارم یا اونی که به من میگه خائن، اون کسی که به شما میگه من با مذاکره زیر سایه تهدید موافق نیستم، یک کلمه بگه اون به شما میگه خائن. اون میگه من از زبان اون میگم بدانید اگر زبان اون اون خودش زبان برای این نظام شما حق نداره. اگه داعش من اول کسی که زبان میخوره توی